با عرض سلام خدمت دوستای عزیز و گرامی، امیدوار هستم هر جای هستین از صحتمندی کامل برخوردار بوده و باشین. دوستای گرامی، امروز در خدمت شما هستم با طریقه اندازه گیری از روی مانتو تیکهی برای بافت، به خاطر از اینکه بعضی دوستا مسیج میکنن و درخواست میکنن که یعنی ما چی رقم از روی مانتویی که مثلا دسترس داریم از روی از اون ما مثلا نمی بافته چی رقم اندازه بگیریم. و خب دوستا، این یک مانتوی اوورسایز می باشه و شما می بینین که یک مقدار بالای هم تربیر شده. شما اگر خواستین هم این مقدار مثلا تربیر کنین یا نکنین هم مشکل نیست، فقط این تنها در قسمت دامن می باشه. شما می بینین که این قسمت دامن شسته و هیام بغلایش می باشه تا قسمت یخنش. شما می بینید قسمت یخن یک مقدار باز می باشه و صرف در قسمت دامن یک کمی پالای هم تیره بیر شده. و اگر شما می خواهید که فقط راست بیایه، هیچ پالای هم تیره بیر نشه، هم امکانش هست، بخاطر از اینکه فقط از این قسمتی که مثلا شما می بینید که در بغل ها مثلا دامن ها زیاد، دامن قسمت های پیش روی زیاد گرفته شده و به او خاطر است که اینا بالای هم تربیر میه. و حال شما فقط میبینین که از سه دامن مثلا زیاد گرفته شده و بالا بالا گرفته بافت ما کم شده رفته. میبینین تا زیر بغله میبینین که کم شده و قسمت آستین و در این قسمت شما میبینین که آستین هم سرشانه از حد معمول اضافه میباشه، به خاطر از این که اوورسایز مانتوها و یا جاکت های اوورسایز میباشه سرشانه میشه کشال میباشه. و همچنان آستین، دهن آستین کم سر شده و این رقم به ترتیب قسمت بازوها که رسیده اضافه شده رفته. شما شکل و شیپش میبینین که دهان استین جمع میباشه و بالا میره بافت ما اضافه شده میره تا به اندازه را که مثلا ما خود ما اینجا یک اندازه را مثلا بر استین اختصاص میدیم تا می قسمت ها. دوستا، ای است یک مانتوی تکهی که ما میخواییم از روی ازی مثلا برای اندازه بافتی که مانتوی که میخواییم ببافیم اندازه زورن ما نداریم و چی رقم اندازه بگیرین. شما میبینین که تفاوت ازی همراه ازی مانتو به اندازه 2 اینچ میباشه، 2 اینچ میباشه. و این مانتوی را که ما قبلا بافته بودم این اندازه تقریبا 2 اکسل میباشه، که 2 اکسل یعنی از 2 اکسل کرده آزادتر می باشه، به خاطر از اینکه اوورسایز همیشه شانه ها با کلانی بغل و دامن همیشه کلانتر می آید. و به خاطر که قبلا شما باید اندازه گیری زیر بکنین، قد و شانه و آستین و همه جای زیر باید دانه دانه اندازه بگیرین. دوستو، اول در قدم اول ما باید قد اندازه بگیریم، قد مانتو را اندازه میگیریم، یعنی ما اندازش معلوم میکنیم که چقدر باید درازیزی باشه و یا تا چی اندازه را ما باید دراز بگیریم. وقتی که قد ازیر اندازه گرفتین، اگر خواستین به می اندازه بگیرین هم یادداشت کنین و یا اگر خواستین درازتر بکنین هم یادداشت بگیرین. و بعد سرشانه را اندازه میگیریم، سرشانه مثلا معمولا کوتای همین کورتی های مانتو های تیکهی که می باشه 16 یا 15 و نیم می باشه، ایرام اندازه می گیرین، زیر بغل هم اندازه می گیرین، هر قدر کس اینا را همه گیز اینا را کمر هم اندازه می گیرین، یاداشت می کنین که از پیشتون چیز نشه. و بعدا اندازه دامنه، دامن اندازه میگیریم، کلانی دامنه و یک طرف دامن همچنان.
یک طرف دامن همچنان اندازه میگیریم، درازی آستین اندازه میگیریم، درازی آستین اندازه میگیریم و دهن آستین اندازه میگیریم. یعنی هر قسمت از یک کودک که ما دست داریم اینا رو باید اندازه بگیریم و حتی یک طرف شانه، یک طرف شانه رو ما اندازه میگیریم که سرشانی ما چقدر میایه، 5 اینچ میایه، 5.5 اینچ میایه یا 6 اینچ میایه، هر قدری که میایه نسبت به او باز ما بافت ما رو تعیین میکنیم که یعنی اگر 5 بود ما 10 میبافیم و با مترتیب اندازیش اضافه تر میکنیم. همچنان سرای شانه را هم رقم نسبت به او مانتویی که تکهی بود ای تقریبا، او اگر مثلا هر طرفش 5 اینچ بود ای 10 اینچ است، یعنی 2 برابر کلانتر می باشه، 1 برابر کلانتر می باشه. و درازی سر شانه را وقتی که امرای آستین مطابقت می تیم، آستین و سر شانه را امون مقداری که مثلا ما در سر شانه گرفته بودیم، سر شانه را از مانتوی تکهی و از بافت ما، یعنی ما تقسیم میکنیم وقتی که شانه را ما اضافه تر مثلا گرفتیم 5 اینچ اضافه تر گرفتیم و مو مقدار اندازه باز ما از آستین کم میکنیم، یعنی که آستین ما باز اگر مثلا با اندازه آستین مانتو ببافیم خیلی دراز میشه، با اون خاطر باید همو اندازه را امرای اندازه که از آستین گرفتیم همو مقدار از آستین کم میکنیم. مثلا اگر 5 اینچ اضافه گرفتیم 5 اینچ از آستین کم میکنیم، چون 5 اینچ سرشانه کشال میباشه با اون خاطر. و حال ما وقتی که میخواییم که دامن منتور از پایین دامن شروع میکنیم با بافت و همچنان دامن اندازه میگیریم، یعنی دامن از 14 اینچ، 14 اینچ میباشه و یه ما 2 اینچ اضافه تر میگیریم، 2 اینچ اضافه تر میگیریم. یا اگر میخواییم که مثلا این چیز ببافین با ما اندازه ثابت مثلا اندازیشه بگیرین و ببافین. خب حالا ما چون اوورسایز میبافیم به خاطر از او باید ما 14 اینچ میباشه، ما ایره 16 اینچ میگیریم. 16 اینچ ما میل خود امرای تار خود که مثلا میبافیم باید مطابق امو زخامت تار ما باید میل ما باشه، یعنی تار ما دبل اگر می باشه باید ما میل دبل تر انتخاب کنیم و اگر میل ما نازک باشه، تار ما نازک باشه باید میل نازک تر انتخاب کنیم. و بعضی کسایی که مثلا زیاد سفت یعنی کش می بافن اونا باید یک اندازه میل خود بزرگتر انتخاب کنن به خاطر از اینکه چون بسیار کش می بافن با خاطر یک کمی باز دبافتشان یعنی جمع می بافه. ولی کوشش کنین که همیشه میل وقت بافت یعنی بافتتان خیلی سست ببافین. و ما قبلا اینجا یک مقدار زنجیره بافته بودم دوستا، ولی می بینین که این اندازه را که ما گرفتیم فکس 16 اینچ می باشه، یعنی 16 اینچ پوره را ما زنجیره را بافتیم به خاطر سایز اوور سایز. و شما میبینین که اینجا دا قسمت بافت دامن که میباشه کش بافته، اگر کش ببافین از اول زنجیره را کش ببافین خیلی خراب میایه و بافتتان یعنی پایین راست نمیایه، پایین خود جمع میگیره و بالا شاید خود کماری شل برده به خاطر که چون پایینه زنجیره را کش بافته بودین. و کوشش کنین که زنجیره را همیشه سست ببافین به خاطر از اینکه بافتتان هم مقبول میایه. به این شکل یعنی شما میتونین که بافتتان خیلی سست ببافین، از اول خیلی زیاد هم نه، بندازی زیاد نه، چون این زخامت تارش زیاد میباشه و او خاطر یک مقدار سستر بافته شده. و همچنان وقتی که ما با بافت ما ادامه میدیم شما میبینین که دامن یعنی از پایین مثلا یک مقدار چیز هست شکل شیب خود تغییر داده، یعنی طرف بالا طرف کمر رفته
وای کم شده رفته و شما هم عین شکل وقتی که می بافین از طرف لبه مانتو یا جا همی جاکتتون ثابت می بافین، یعنی از طرف لبه کم نمی بافین، کم نمی کنین، فقط از طرف بغل، از طرف بغل شما کم می کنین. در این قسمت شما می بینین که این لبه جاکت می باشه، از اینجا ما کلن ثابت بافتیم بدون کم کردن. و یک قسمت دیگه که شیپ فهمیدم میشه، یعنی ما وقتی که درز اردو بغل وصل کردیم یا دوختیم باز وقت فهمیدم میشه. قسمت توتی پیش روی میباشه، کمرای پشت مانتوی ما یا جاکت ما وصل شده، ایره ما از یک قسمت از هر دو طرف یعنی به طور مساویانه، اگر دوته های پیش روی بافتیم هم باید هر سه چارلا از هر دو طرف کم شوه، و قسمت پشت جاکت مانتوی ما رو که بافتیم هم باید از هر دو طرف یعنی به طور مساویانه هر سه چارلا بعد باید کم شوه که به طور مساویانه یک رقم بیایه شیبشن. شما میبینین که قسمت بغل مانتوی ما کم شده رفته. به این شکل یعنی از هر دو طرف هر دو توتی پیش روی ما به یک اندازه کم کردیم و قسمت پشت مانتو را هم به مو اندازه ما کم کردیم. و همچنان دوستای گرامی وقتی که آستین سر انداختین زنجیره را انداختین به اندازه میرام متر میکنین اندازه میگیرین که مثلا ما چند اینچ دهن آستین ما میایه. بعضی کسا کلان خوششان میایه، بعضی کسا خل خوششان میایه، مثلا نمیره به می اندازه. وقتی که زنجیره را انداختین تا یک مقدار ثابت میبافین، یعنی یک اندازه میبافین، زیاد نمیکنین، ولی از او بابت باز آهسته آهسته کلان کرده تا که سر شانه را برسین و به مو اندازه کلان باید شود. و همچنان شما بغل مانتو را هم حتما متر کنین. من فراموشیم شد در اول باید براتون میگفتم از این قسمت هم باید تا پایین مانتو را متر کنین، مانتویی که از رویش میخواین ببافین، تا اندازه بغل ها و درازی جای آستین همینا براتون معین شود. دوستای گرامی، ای بود طریق اندازه گیری مانتوی تکه‌ای یا پارچه‌ای که بخواین برتان یک مانتوی کروشنیلی یا قلاب بافی ببافین. امیدوارستم که برتان آسان بوده باشه و تانسته باشین از این توضیحات ما یک چیزی را گرفته باشین. و شما میتونین به می طریق اندازه گیری، یعنی میتونین بلوزهای مقبول کروشنیلی که میباشه و یا جاکت های کروشنیلی کوتاه که می باشه هم به می طریق و می ترتیب برتون بوافین. اگر مثلا جاکت یا مانتوی اندازه به دسترس ندارین، شما می تانین از روی ازی به می ترتیب از روی یک کورتی و یا بلوز یا جاکت هر چیزی که دارین می تانین اندازه بگیرین و برتون بوافین. خب دوستا، منتظر مسیج های زیبا و مقبولتان می باشم. مسیج های زیبای شما رو وقتی که می خوانم و می بینم امیدوار میشم، یعنی میبینم که واقعا بیننده دارم و کسایی است که علاقمند هنر مقبول میباشه و درخواست دارن. خیلی مسیج ها و چیزهای زیاد، پیشنهادات زیاد برام میاد، ولی اکثریت اونا که هستن در انگلیش است که ما یکم مشکل دارم به خاطر از او. و ویدیوهای است که از قبلا است و ویدیوهای از او فقط در یوتیوب میباشه و پیش خودم نمیباشه، زیادتر درخواست میکنن، میگن که اینه ایره با ما در زبان انگلیش، یعنی به ما دوباره ترجمه ترانسلیت کو و بر ما بان. انشالله در فصل زمستان آینده اگر زندگی بود باز دوباره بخیر انشالله ما بر زنا یک ویدیوی دیگه می سازم. دیگه دوستای گرامی، یک جهان تشکر از اینکه مسیج های مقبول بر ما می مانین و پیشنهاد می تین. یک جهان تشکر شما. با امید صحتمندی و سلامتی شما رو به خداوند کریم و رحیم می سپارم. الله یار و مددگارتان.